یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی قدر دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پاییزو یه بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. بسه دیگه. با ملت خوابن دیگه ناصر جون، حالا همسایی از خواب بیدار میشن. چه تو مسعود، از سر شب تا به حال این ابوالهول نشستی اونجا هی زیر گوش ما غرغر میکنی. خانم جان من به فکر در و همسایه ها هم، اینا از خواب که پا میشن صبح پشو بد و بیراهشون رو به من بدبخت میدن. در همسایه ها با من آقا شهرامی سالق نه همه گزه جان همه گزه بابا نخون ناصر جون، هر چیزی یه جا مکانی داره برای خودش. آخه برای محبی قد یه عروسی بزنه به کبرانه میدازن که جنبه هم خوب چیزیه والا. ببینم مگه خرچشو تو داری میدی؟ بخون مادر جون. نخون مادر جون نخون. بابا کی اصلا ایشون رو دعوت کرده امشب اینجا؟ ناصر من غلط کردم؟ من دور دعوتت کردم؟ نه من سر خود باشدم اومدم اینجا. آقا اصلا دعوا نکنین، مسعود و من دعوت کردم. تو واسه چی خودتو میندازی وسط دروغ میگی؟ چه دروغی؟ اینا خود ما رو به زور دعوت کردن، اون وقت واسه خودت مهمونم دعوت میکنی؟ من دعوت نکردم، من اینطوری گفتم که دعوا بخوابه. ای بابا چه دعوایی؟ آقا مسعود که بی دعوت و سر خودم کلش انداخت و پایین اومده اینجا، بازم قدمش به چشم. بله اصلا مسعود از خودمونه. اصلا آقا مسعود شما خیلی لطف کردین که بی دعوت تشریف آوردین اینجا، دست شما درد نکنه. آقا با من شوخی نکنید لطفا، میشه خواهش کنم با من شوخی نکنید؟ بابا من در شرایط بحرانی مزخرف بدی گیر کردم، من گیر کردم توی گل مثل دی... نه دورجون ببین چجوری مهمونی امشبو به هم زدی. خانم جان 5 دقیقه شما 5 دقیقه با من بیاین بریم پایین، من یه حرفایی رو به شما بزنم بعد بیاین بالا، من تا خود صبح براتون اصلا خودم میزنم و میخونم. خواهش میکنم ازتون. تو بخونی؟ باشه هر که شما بگید بخونه. سهراب خوبه؟ بی خود عجله نکن، تا ناصر و آهنگ محلی رو نخونه من از اینجا بیرون نمیرم. تازه زمان خانم، بعدش هم میخوام کادوامونو بدی. ای وای تو رو خدا چرا زحمت کشیدین؟ نه بابا وظیفه‌مونه، ما یه آقا ناصر که بیشتر نداریم. پس ناصر جون سری بخون که دیر وقت بریم دیگه. باشه دورتون. برو دورتون. همه گزه جان همه گزه من تنه تو مال همه گزه. صف کنیم بذار اول ما کادوامونو بدیم بعدن آقا ناصر بخونه.
بفرمایید، این کادو از طرف من و حسام جان به مناسبت معافی. قابل نداره دیگه ناصر جان. دست شما درد نکنه حسام جان. چرا زحمت کشیدین هنگام جان؟ نه نه یره جان، بازش نکن، اصلا قابل باز کردن نیست. نه بابا بازش کن. نه 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 دست شما درد نکنه. ببخشید دیگه عجله ای شد. خیلی هم خوبه، اتفاقا از این ساعت ما خودمون 3-4 تا داشتیم، خیلی هم خوب کار میکنه. اگه یادتون باشه یکیش هم قبلا ما خودمون واسه شما کادو آورده بودیم. آره جفت همونه. آره ببخشید ولی این اون نیست. با حالا مگه چه عیبی داره این اون باشه؟ نه من مطمئنم که این اون نیست. آخ تو از کجا میدونی؟ آخه میدونی چیه سهراب، اون یکی رو هنگام خامنه لطف کردن برای ما کادو آوردن. ایبا؟ ای خانم چرا دعوا را میندازی؟ اون کادویی که ما از شما آوردیم من خودم رفتم خریدم. ببین چه مصیبتی شده ها. بابا ول کنید، اصلا مهم نیست. نه آقا چی رو مهم نیست؟ یعنی ما اینقدر احمقیم کادویی رو که خودتون واسه ما آوردیم وردارین دوباره واسه خودتون بیاریم؟ حالا دعوا نکنین آخر شبی. به هر حال دستتون درد نکنه. این هم کادوی ما، چیز قابل داری نیست. ایشالله خوشتون بیاد دیگه. دستتون درد نکنه، همین که به یاد ما بودیم خودش کلی ارزش داره. به هر حال ما با هم دیگه همسایه ایم، اینجا با هم دیگه زندگی میکنیم، این چیزای کوچولو به هر حال خیلی ببخشید کمه. خودشه، همینه، این همون ساعتیه که من واسه نگار خانم اینو خریدم. چی رو تو خریدی؟ اینو مادر من داد به ما، ما دادیم به شما، شما هم دادیم به اینا، اینا هم دادن به ما. خب حالا اشکالی نداره، چه فرقی میکنه؟ هم که به فکر ما بودن خودش خیلیه. بله اصلا دستتون درد نکنه، به هر حال دوتا باتی نو انداختیم روش. یه لحظه اجازه بدیم من توضیح بدم. نگار خانم سر جدتون کوتاه بیایید. بابا دیر وقته ناصر، بخون بریم رد کارمون دیگه. همه گزه جان، همه گزه این من. حالا میمونه کادوی من. وا خانم ما از شما توقع کادو داشتیم. کادوی منم مال بقیه است. همه تون داشتین و شاید الان هم داشته باشین. من مطمئنم مال شما با بقیه فرق میکنه، مال شما مچیه. دیواری هم باشه ما خوشحال میشه. نه بفرماییم. یاد بگیریم نیمه روبه از سرمونم زیاده. ناصر جون جون من بخون بریم، دیر شد آخه. بخون امیگزه جان امیگزه ایم. چیشی رو بخون؟ پک کادوی تو کو؟ من؟ بخون ناصر جون بخون. خجالت نمیکشی؟ تو بیشتر از همه ما با ناصر رفیقی، هیچی براش نیاوردی؟ من نیاوردم. بگیرش اینو. من ناصر نوکرش هم هستم. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. خب من جون بخون ناصر جون. یه داداش بگیرش. این دیگه چیه؟ خوردش کن تا بهت بگم این چیه. خوردش کن. خورد ندارم من. بدش به من. آقا یکی دوتا 500 بده به ما. مسعود خجالت نمیکشی تو؟ میخوای 500 تومنشو بهشون بدی؟ خانم جان میخوام بهشون نفری 500 تومن بدم که بعد از اینکه اینجا ما رفتیم سر یه 1000 تومن ناقابل زن و شوهر تو سر و کله همدیگه نزنن و به همدیگه بعد بیرا بگن. خجالت بکش. خجالت تو بکش، از ساعت دیواری بهتره که. خیلی خب بابا دست درد نکنه، همینم بده. ناصر جانم بخون. بخون ناصر جون بخون. چو مرغ شب خواندی یا رفتی، دلم را لرزاندی یا رفتی. نخون ناصر من خوابم گرفت. ایول منم دارم همینو میگم، دیر وقته دیگه. بفرمایید خانم بفرمایید. خیلی خوش گذشت، دستتون درد نکنه. شب بخیر. لطف کردین تشریف آوردید. قربونت برم ناصر. دقیقاً ناصر شما درد نکنید. زحمت کشیدین. مبارکت باشه. خیلی خوش گذشت. قربونت برم. فقط اون اداریه رو رد کن. ناصر من تو شرایط بحرانی بدی ام، سر به سرم نزار. برو به مهمونات برس دیگه. خانم فقط 5 دقیقه به حرفای من گوش کنید. ببین من چی دارم میگم. چی میگی؟ اصلا چیز پیچیده نیست، یه دقیقه گوش کنید ببینید چی دارم میگم. بابا من اینقدر خوابم میاد اصلا نمیفهمم تو چی داری میگی. اصلا چیز خاصی نیستش، شما فقط یه لحظه گوش کنید ببینید من چی دارم میگم بعد بگید. خب بگو. میشه امشب بریم خونه آقای دشتی؟ برای چی؟ خواستگاری. شب بخیر. پس من کی بیام بریم؟
فردا صبح خوابم میاد. برو بگی بخواب. چشم. راستش منظورم اینه که این نیم ساعت اینجا وایسادید فقط دارید هی میگید منظورم اینه منظورم اینه. خب آقا مسعود چه فرمایشی دارید؟ من اینجا وایسادم گوش کنم به حرف شما. خب اگر الان سر حال نیستید من میرم یه موقع دیگه مزاحمتون میشم. چطوره آقا مسعود؟ من که مشکلی ندارم ولی شما انگار زبونتون گیر کرده. نه فرشته خانم، من زندگیم از همین زبونم داره میگذره. بله مشخصه. ببخشید من حرف بدی زدم. نه خیر، ولی الان ساعت 5 دیگه. ببینید من ساعت 5 کار دارم. اگه ساعت 5 شما جایی کار دارین قرار دارین بفرمایین برین، من بعدم مزاحمتون میشم. من جایی نمیخوام برم، منتها ساعت 5. ببخشید ساعت 5 با کسی قرار دارین؟ نه خیر، ساعت 5 نوشابه میاد اینجا. اسمش نوشابه است؟ اسم کی آقا مسعود؟ اسم دوستتون دیگه. نوشابه اسم دختره دیگه، مگه نه؟ نه خیر، ساعت 5 کامیون نوشابه میاد اینجا، بعد منم دست تنها هم دیگه، بعد این جعبه نوشابه‌های خالی رو دونه دونه تنهایی ببرم بذارم دم در. فرشته خانم، من اصلا به خاطر همین اومدم اینجا، اومدم که این جعبه خالی‌ها رو برای شما جابجا کنم. شما فقط به من بگید من اینا رو کجا بچینم، بقیه‌اش با من. باشه خب اگه زحمتتون نیست می‌خواید دونه دونه ببرید بذارید دم در اون جلو. این دشتی هم برای ما حالا تاخچه بالا میذاره. ببین مسعود، منه به چه کارهایی وادار میکنی؟ تلفن کردم خونه شون، خونه است، زنش میگه نیست، صداشو من میشنوم هی میگه بگو نیست، بگو نیست. البته بنده خدا حق داره، نه به این کلانتری کشیمون، نه به این منت کشیمون. حالا تونستی امرو با فرشته صحبت کنی؟ ببینیم نظرش چیه؟ نظرش که با منه خانم، توی مغازه چشم از من بر نداشت، همش داشت منو نگاه میکرد. آخرش چی گفت؟ گفت زود برم ماستوکره میرسه کمکش کنم. از خواستگاری و ازدواج حرفی نزدی؟ نه که دختر با شخصیتیه، اصلا روم نشد در مورد خواستگاری باش حرف بزنم، ولی در مورد کره و ماست و پنیر و اینجور چیزا کلی با هم صحبت کردیم. مگه میخواستی حرف بدی بزنی؟ یه کلمه میپرسیدی ازدواج میکنی یا نه؟ بعد از این همه معطلی یه کلمه جواب میگرفتی و میامدی؟ من دارم همینو میگم، میگم دست دست نکنیم زمان خانم. من همین الان میپرم یه جعبه شیرینی و یه دسته گل خوشگل میخرم، تیپم هم که خوبه، شب با هم میریم خواستگاری. خوبه؟ نه خیر. نه نه یارید تو کار زمان خانم، شما که خودتون میدونید از قدیم گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. تا از خود فرشته مطمئن نشدیم رفتنمون اشتباهه. میخوای دشتی سنگ روی یخمون بکنه؟ هر وقت فرشته بله رو گفت بعدم میریم. چشم، هرچی شما بگی. اخ 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 خانم دیرم شد، الان ماشین ماستوکره میرسه، باید دارم فرشته کمک کنم وگرنه دوام میکنه. من رفتم با اجازتون. خوب حالو گیرت آورده، خوشم اومد آقا مسعود. کن خوش بز می ورا عزیزم تو گلکمی، کن خوش بز می ورا عزیزم تو گلکمی، لنو بخچه کی هنره عزیزم تو گلکمی، لنو بخچه کی هنره عزیزم تو گلکمی.
چن خوش بس می وره ام گزو چن کنر چن گزو. سلام علیکم، چطوری؟ برو بابا، تو هم گندشو در آوردی. یعنی چی این چه اخلاقیه؟ سلام عرض کردم. خب که چی؟ منظوره چیه؟ حالت خوبه تو؟ نه الحمدلله. مشخصه چیه؟ یه شب پول دار شدی ها، چرا اینجوری خودت واسه ما میگیری؟ کدوم پول؟ چی میگی تو؟ کور که نبودم، دیشب دم زمان خانم بهت یه سکه داد. اولا این سکه نیست روبه، بعدش هم دارم میبرم بفروشمش که پول مهمونی دیشبو بدم. ببینم اونا رو میخوای بفروشی؟ میخری؟ چی دردم میخوره؟ پس واسه چی میپرسی؟ خب ناصر جون، ما با همدیگه رفیقیم، باید از حال همدیگه خبر داشته باشیم. من باید ببینم تو خوبی، بدی، چیکار میکنی؟ خیلی خوب، اگر جویای احوالات ما باشید ملالی نیست جز دوری و بیپولی و دربدری و بدبختی. کجا؟ کجا داری میری؟ بابا جان نفروش اینا رو، نکن این کارا. واسه چی؟ بابا پس فردا میری مهمونی جایی چیزی میتونی عنوان کادو ببری بهشون بدی، اینقدرم نمیای از من پول قرض کنی. آقا ما تو این دنیا هیچ خری واسه کادو دادن نداریم. یعنی چی؟ فردا من زنگ گرفتم چی؟ یعنی تو میخوای دستخالی پاشی بیای خونه ما؟ یعنی ما ارزش یه ساعت دیواری ناقابلم نداریم؟ بابا این ساعت به چه درد تو میخوره آخه؟ به این درد میخوره که فردا هم تو بچه دار میشی، من و فرشته خانم همین ساعتو میاریم میدیم به تو. بس مبارکه دیگه. شاکرت. دور خدا هر کاری داشتی به من بگو، رو در واسه نکنی، رو من حساب کن. اتفاقا یه کار اساسی باهات دارم. نگاه اون که حله، یعنی شبی خواستی بری خواستگاری من نگیری میایم دنبالت، بعد این بچه ها رو من یه جور راضی میکنم، اصلا یه گله آدم را میندازم میارم اونجا. دمتون گرم، خیلی عالی. ایول چاکرتیم. سکه الان چنده تو بازار ناصر جون؟ این رب قیمتش هم 21 تومانه. چرا اینجوری میکنی؟ بده ببینمش. این چی جوری میکنی؟ چرا اینجوری میکن؟ چیته؟ بابا جان میخوام ببینم قلابی نباشه تو بازار یا علامه سکه قلابی ده. دستی ندارم آقا، جدی شوخی چیه؟ بده رو من ناصر جون، سرت کلا میذارم تو سر در نمیاری آخه. نه بابا اصله مشخصه، بگیرش بذار تو حسابم. منصور نگیره، بایست رو بینم، بدش به من، بینم، بدش من، نگیره، نگیره. چرا داد و بیداد میکنی؟ بچه نگیره، خیلی 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 قابل میدم. نگیره، خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، بهت میدم، باشه، بهت میدم. چی؟ بکتر نگفتی رو رفاقت با من حساب کن؟ آقا رو رفاقت من حساب نکن، بدش من ببینم سکه رو، بدش من. بچه ننه، نگیره نگیره، بدش من، پرتش بکنم خیابونا، بدش به من. تا بعد نکن پرتش میکنم. خیلی خوب، پرتش، ساکت، ساکت. بگیرش، بدبخت بیمرفت. اتفاقا شوخی کردم، رو رفاقت من حساب بکن. باری داشتی بگو، نگی ناراحت میشم. این 25 شامنیه نگیره، شاله تا بایست رو بیدم. مسود آره بابا، مسود بایست رو، مسود سلام. شیر اومده؟ بله؟ شیر امروز رو میگم، شیر اومده؟ شیر؟ نمیدونم، مگه اومده؟ پس چرا اونجا وایستادی؟ تو که نمیدونی؟ به فرشته خانم دارم کمک میکنم. پس شاگرد مغازه ای؟ تازه اومدی، بگو. نه خیر خانم، شاگرد مغازه چیه؟ من شغلم یه چیز دیگه است. عرض کردم خدمتون دارم به فرشته خانم کمک میکنم. باش، ولی یه ماس پرچربی من بده. همون قفسه پایین سمت چپ. استاد خیلی هوا تو داره. فرشته خانم بمیسیم به حساب. باشه، قابل نداره. میشه به این شاگردتون بگین این سبد منو تا منزل بیاره؟ سنگینه. ایشون که خودشون گفتن شاگرد نیستن، لطف کردن اومدن اینجا به من کمک. ولی خب من اگه ازشون خواهش کنم میبرن. زحمتشو بکشین آقا منصور. شما هر حرفی بزنید من که قبول میکنم، چشم. ولی من آخه یه حرف نیمه تموم داشتم، یه تقاضایی داشتم از شما. الان که مشتری منتظره، بفرمایید. حالا بعدا. چشم، دست شما درد نکنه. خداحافظتون. یکی نیست به این مسعود بگه آخه مسعود جان تو که پول نداری غلط میکنی میخوای زن بگیری. حالا نیست خودت اومدی خواستگاری من جیبات پر پول بود؟ تو با فرشته فرق میکنی نگیری جان، فرق میکنی. چه فرقی دارم؟ آقا فرشته تو از مالیش خوبه، مثل تو نیست که تا یه چلخوزی مثل من با جیب خالی اومد در خونتون فوری ندیده و نشیده گفتی بله. من گفتم بله؟ پس چی گفتی نه؟ آره دیگه، اگه بهت نگفته بود که شما دوتا حالا اینجا پیش هم نبودین که.
وای، ولی این سهراب بیچاره انقدر اومد و رفت تا من بهش بله گفتم. بفرما، یاد بگیر. ببین چجوری خودشونو میکشن بالا. اون وقت تو هی دهنتو باز کن منو خراب کن. البته من یه چیزی هم بگم، نگیره اولش گفت بله، ولی بعدش پدر منو در آورد. آقا ما هی رفتیم هی اومدیم، هی رفتیم هی اومدیم، نگیره فقط یک کلمه میگفت، میگفت نه. ایوا چرا؟ آقا من هی بهش میگفتم نگیره جان ما اشتباه کردیم، تا دیر نشده بیا از هم دیگه جدا بشیم. نگیره میگفت نه. بایستا شوخی کردن، شوخی کردن. بهت میگم بایستا بایستا اگه راست میگم بایستا. ای 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 این چیه؟ سلام مسعود. در بیار سرما میخوریم. آخه این چه کاریه؟ مگه شما بچه شدین؟ آخه نگاه کن نگاه کن، خجالت هم نمیکشن. فکر کنم بهش جواب رد داده. حیف شد، خودمون آماده کرده بودیم واسه یه عروسی مفصل. نه بابا، اینو عروسی مفصل. یه بار دیگه بگم چی گفتی؟ هیچی، داشتم عرض میکردم. تو بی خود کردی عرض کردی. چی از تو خواست عرض کنی ها؟ ای آقا مسعود، یکی کسی دیگه به شما جواب رد میده، بعد شما دیق و دلتون سر این بچه خالی میکنی؟ این بچه بی خود میکنه با بزرگتر از خودش شوخی میکنه. اول برو شناسنامه‌تو بیار، بعد بگو بزرگتر. نگیر خانم، میزنم تو گوشش. بزن، دست درد نکنه، دو تا بزن. یه جوری بزن تو رجاش بلند شه. اینو بزنم، این حرفش زدنم نداره. چرا نداره؟ نداره. چیش از تو کمتره؟ خیلی. خیلی خب بابا، اصلا از صبح تو خورد نکن بابا، اصلا قیافش نگاه کن، ارزش این حرفا رو داره. ناصر میزنم تو گوشتو. بابا اصلا تو باحالی آقایی، بفرما برو، ما غلط کردیم. بفرمون پچ برو. چقدر واقعا این بند خدا رو اذیت میکنی؟ آخه آره واقعا همه زیر سر این ناصره. من واقعا ناراحت شدم، اصلا متأثر شدم. بابا یکی به این بند خدا رو بگی واسه ازدواج قیافه هم شرطه. بس دیگه، فامیل ماست. بیا اینا پاک کن. خانم جان، من آخر سر نفهمیدم فرشته این همه داره منو سر میدونه، بالاخره جوابش مثبت یا منفیه؟ مادر جان تازه اولشه، میدونی شوهر خدا بیامرزم با این حال که میدونست که من و پدرم ازش خوشمون میاد، میدونی چند دفعه آمدن خواستگاری من؟ من چه میدونم خانم، من که نبودم. 17 بار. 17 بار؟ بله. مگه راه عرض داشته شوهرتون؟ بله، برای اینکه زن غرور داره، همون دفعه اول که بله رو نمیگه که. ای بابا خدا کنه فرشته به اندازه شما مغرور نباشه، وگرنه بدبخت میشم من. والا اون روز که من اونجا پیشش بودم، درسته که میگفت که هرچی بابام بگه درسته، ولی چشش یه چیز دیگه میگفت. ایول چی میگفت؟ از منم چیزی گفت؟ نمیدونم، باید بری مغازه پیشش ازش بپرسی. راست میگی دا، این هم حرفیه. من چرا انقدر خودم علاف میکنم؟ میرم ازش میپرسم که نظرتون چیه؟ آدم وقتی نمیدونه نظر یکی چیه باید بره بپرسه ازش دیگه. همین الان میرم ازش میپرسم. دست شما درد نکنه. کجا؟ دارم میرم بپرسم ازش دیگه. میدونی ساعت چنده؟ 11 شب. الان کدوم مغازه است که باز باشه؟ همه بستن. نه الان که نمیرم، میذارم صبح اول وقت میرم. آفرین. بله. برو مادر. دست شما درد نکنه. شامتون هم خوشمزه بود. خداحافظ شما. شب. میگم اگه خسته شدید برید و من مزاحمتون نباشم. نه بابا کاری ندارم که. ولی خب صبح اگه نبودیم واقعا نمیدونستم اون همه جعبه و کارتون و جنس رو چجوری جا به جا بکنم. خیلی زحمت کشیدین. سنگین که نبود؟ نه اصلا، من خیلی قویم.
حالا از تو همون یخچال یه نوشابه چیزی بردارید بخورید. هر کسی جای شما بود تا حالا بالاخره خسته میشد یه نفس تازه میکرد. بله چشم. فقط فرشته خانم یه موردی بود میخواستم بهتون. اون گوشه یخچالم خاک گرفته. دست شما درد نکنه. مواد شوینده هم همون ته هست. بابا میگن که اگه برای نظافت مغازه از روشون ذره ذره برداریم کسی نمیفهمه. اونم به چشم. آسی فرشته خانم، دیشب پدرتون رو با یه آقایی دیدم که اومده بودن اینجا. فکر کنم آشناتون بود، نه؟ ماشین ماکسیماییه؟ آره آره، همون ماکسیما مشکیه. آقا محسود، ماکسیما که مشکی نداره، تو سندش نوشته سرمه‌ای تیره. خب همون دوست بابامه، مدیرعامله. خب خدا رو شکر. حالا یه سوال دیگه جسارتاً ببخشید، البته سوال زمان خانومه، به من گفتش که من از شما بپرسم، اشکال نداره که؟ نه اشکال نداره، بپرسید. منتها به نظر من کارتونو بکنید و بپرسید بهتر، اینجوری وقتتونم هدر نمیره. بله چشم. فرشته خانم، شما قصد ازدواج ندارین؟ قصد ازدواج که خب اگه موقعیتش پیش بیاد و بابام هم راضی باشه چرا که نه. میشه برید اون گوشه رو تمیز کنید؟ ببخشید، این موقعیتش چجوری پیش میاد؟ خب خانم ایشامون میگفتش که برای زندگی نمیشه از صفر شروع کرد. من با حرفش موافقم. فرشته خانم، منظورش چی بود خانم ایشاییه؟ بچه همون بیشترشون دوست داشتن شوهرشون دکتر باشه، بعضی هم دوست داشتن که مهندس کامپیوتر باشه، به خصوص نرم افزار. ولی خب من دوست دارم شوهرم مدیر عامل باشه. حالا اگه شوهر مدیر عاملم پیدا نکردم، خودم یه جوری مدیر عامل بشم دیگه. یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ شرکت و دفتر دستک همینجوری مدیر عامل بشید؟ آخ من به خاطر همین دفتر دستک و شرکتشه که خیلی دوست دارم مدیر عامل بشم. آها حالا فهمیدم. اینجا هنوز کثیف مونده ها. چشم. سلام آقای دشتی. یه ساعت دارم چراغ میزنم. خیلی خوش اومدی، خیلی مبارک. آقای دشتی از هر چیز دو تا دو تا داری. بفرمایید برو برای چای بخور. تو آقای دشتی بالا کار ماشین عروسی دیگه بالا کارت دارم. هر بریم آقای دشتی. سلام نهیر خانم، چی شده؟ هیچی، نگاه خونه هست؟ ببین نگار جون، من خواهرانه دارم بهت میگم. به این شوهر سعادت بگو اینقدر دوروبر مسعود نپلکه. چرا؟ نسوزی حالا چیزی ازش دیدی؟ معتاد نهیره؟ از اونم بدتر، شارلاتانه. تازه فهمیدی؟ نهیری سر ماجرای سوری چه بلایی سر من آورد. خدا همین دیگه. من خیال میکردم که مثلا سوری رو ول میکنه، میره یه دونه بهتر از اون میگیره. حالا مگه دختر دشتی چشه؟ دختر دشتی چش نیست. دختر دشتی دلال آدم حسابی از آب در میاد. حالا شاید اون بنده خود باباش نرفته باشه. شاید دختر خوب باشه نهیره جون. نگار جان تو دیگه چرا؟ بابا چه میدونم نهیره. اصلا میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، به ما چه؟ کم واسه خودمون گرفتاری داریم. میبینی؟ همین که همه خیال میکنن ازدواج این پسر به ما ربطی نداره، من دارم جلز ولز میکنم. نریز عزیزم. حالا ربطش چیه؟ ربطش اینه که دشتی میخواد دخترش رو بده به مسعود که باز پاش توی این خونه باز شه، که باز بشه همه کاره این خونه، که ما رو از اینجا بندازه بیرون، خونه رو بده به کسایی که سود بیشتری براش دارن. نه سوزه این. نه بابا. های دشتی، این چه حرفیه که شما دارید میزنید؟ بذار خیالت راحت کنم. شرط اول و آخر من
برای ازدواج تو و فرشته فقط همینی که گفتم. حالا قبول نداری؟ خداحافظ شما. آخه بابا اونا دوستای صمیمی منن. من باشون نون و نمک خوردم. این خیلی بی‌معرفتی آقای دشتی. بابا تو یه لطفی به اونا داشتی. اونا هم خوشون خوشونش نکردن. خلاصش تو با دختر من ازدواج میکنی. همه جورم هم خودم پشتیبانت میکنم. سال دیگه هم این موقع خونه زمان خانوم هستی. زمان خانوم کجاست؟ فرنگستون پیش نینوفر خانوم کار زدن. آخه آقای دشتی آخه نداره نه میخواد زن بگیره بعد جورش هم بکشه. بله حرف شما کاملا متینه، ولی من دوست ندارم رفیقای صمیمو ببینم که تو خیابون آوارن. غصه نخور، اونا دو ماه پیش آواره بودن عادت کردن. تازه‌شان کسی به فکر تو بوده؟ تا حالا کسی زیر پر بالا تو گرفته؟ تازه اونایی هم که من میشناسم علی خصوص ناصر و زنش یه هفته همچین زیرابت میزنن خود تو میشن مبارکه رو بیان پکارشون. چی؟ ناصر زیراب من زده؟ نه بنده. راست میگید؟ نه دروغ میگه. تو اصلا زبون من تا حالا دروغ شنفتی؟ حرفا میزنه. دارن زیراب میزنن. ایول زیراب کیو؟ توی عوضی رو دی مثل چی آخه؟ خانمت خونه هست؟ تو خجالت نمیکشی؟ چرا؟ اینا چی دارن میگن؟ کیا؟ اینا سلام اول شما. ببینم سهرا، مگه من صد دفعه به تو نگفتم دوره هر آدمی نپلک؟ من پلکیدم؟ تو نگاه خانم راست میگه. ببین سهراب جون، آدمی که زن میگیره یا در شرف زن گرفتنه باید رفتارش، کردارش، گفتارش. بله شما بر چه دوره این بچه ساده میپلکین؟ اصلا از جونش چی میخواین؟ من با این بچه کاری ندارم که. بچه شما برو پی کارت ببینم، من با شما کار دارم. با ایشون چی کار داری؟ بابا چرا اول حسابی همتون با من بدبخت دعوا دارین؟ اومدم فقط یه سوال داشتم، خواستم بگم که یه دختر خانومی هستش که میخواد. دختر اون دلاله دشتی؟ نه، یه دختر خانومی هستش که میخواد امتحان بقاله. بابا یه دختر خانومی هستش. ببینم سهرا، مگه تو کار زندگی نده؟ چه نمیری سر کارت؟ چش. یه دختر خانومی هستش که میخواد امتحان. خدافظ. عرض میکردم یه دختر خانمی هستش که میخواد امتحان کنکور بده. از قضا رشته ای که میخواد امتحان بده با رشته ای که شما دارین میخونین یکیه. میخواستم اگر بشه یه لطفی کنید، مثلا کتابی، جزوه ای، تستی، چیزی دارین بهش بدین. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. سلام، احوال شما خوب هستین؟ سر و صداتون نیست مدتیه. دلم برای حسام تنگ شده. خونه هست؟ نه. نگیره خانم اینا اینجا؟ چطور مگه؟ هیچی، از برخوردتون حد زدم که خانم قبل از من تشریف آوردن اینجا و همچین زیراب و درست حسابی زدن. زیراب کیو؟ زیراب یه ننه مرده، یه مفلوک بدبخت بیچاره که فقط گناهش اینه که میخواد زن بگیره. امر دیگه ای نیست؟ نه. دارم میرم بیرون، گفتم اگه خرید مرید چیزی دارین بگین براتون بخرم، بیکارم. نه خیر، خرید ندارم، اما یه سری آتشقال خریدم که میخوام ببرم پس بدم. از فرشته خانم خریدین؟ بله متاسفانه. چقدر پولشه؟ شما میخواییم بدین؟ چه فرقی میکنه؟ زن و شوهر هرچی که دارن و ندارن مال همدیگه است دیگه. هرچی که از جیب فرشته خانم بره انگار از جیب مسعود رفته. پس مبارکه، به جای رسیدین که دیگه خرجتون هم یکیه. خرجمون یکیه، دردمون، زندگیمون، مشکلمون، آیندهمون، همه چیمون یکیه. پس 3500 بشمارین تا من برم خرت و پرتاشو بیارم. ببخشید یه سوال داشتم.
آقا حسامینا شرکتشو مدیر عامل نمیخواد؟ نه خیر. در ضمن خانمتون هم بگین از این به بعد جنسای تاریخ گذشته و بنجلشو به مردم نندازه. با اجازه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. ناصر دستی دستی داریم خونه رو از دست میدیم، وقت تو راحت گرفتی از خود خوابیدی؟ ای بابا اینقدر شلوغش نکن، اینجوری هم که تو میگی نیست. تو یا نمیفهمی یا خودتو زدی به اون راه. این مسعود مارمولک داره همه ما رو از خونه میندازه بیرون. مسعود فقط واحد خودشو میخواد، همین. نه خیر اینجوری نیست. پای این دشتی که من دیدم به این خونه باز شه فاتحه هممون خونده است. من نمیفهمم این مسعود مگه دیوونه شده؟ خودش میگه سر شکونده تو دشتی رو از اینجا رونده، حالا داره دختر دشتی رو میاره اینجا. یه کلکی تو کار ناصر. این دشتی مسعود خام گیر آورده، من میدونم. بابا این دشتی دخترشو به مسعود نمیده، تو خیلی راحت باش. ناصر اینجوری نیست، همه تون یه تختتون کم شده. نمیفهمین داره چه اتفاقی میفته، ولی من نمیذارم اینجوری بشه. این مسعود ته آدم فروشیه، مگه خودت همش نمیگفتی؟ زمان خانم صادقی رو آورده، داره خونه رو بالا میکشه. هنگام و شوهرش که هیچی، اصلا قضیه رو جدی نگرفتن. سهراب و نگارم از اونا بدتر. منم اگه به امید تو بشینم فردا باید باربندیرمون رو جمع کنیم برگردیم بریم شهر خودمون، ولی من نمیذارم اینجوری بشه، میفهمی؟ درست میگم تو یکی تو میگی بر ناصر باشو دیگه. آقای دشتی اینجاست؟ طبقه آخره. اینجا آسانسور داره دیگه؟ دلت خوش ها، پله هم نداره. خسته نباش. آقای دشتی، آقای دشتی، دشتی چیه؟ دشتی سلام. ها؟ مسعودم سلام. کی؟ چیکی؟ صدات نمیاد. من فکرامو کردم. چه فکری؟ دخترتو میخوام. صدا نمیاد. آقا میگه من دخترتو میخوام. آها بگو هر وقت خونه را اون خونه بیرون کرد بیا به من حرف بزنه. میگه هر وقت بگو قبوله. قبوله میگه قبوله. چی قبوله؟ هرچی بگی قبوله. من فقط به همون کرد دخترمو میدم. صد تا شرطم بزنی قبوله. چی میگی تو؟ میگه چی میگی تو؟ بالاخره حرف حسابه چیه؟ یعنی با فرشته باید حرف بزنم. خب بزن. ها؟ حرف بزن باش. بابا چرا سرخود حرف میزنی؟ میگه چرا سرخود حرف میزنی؟ افه میده من دارم سرخود حرف میزنم؟ هرچی چی میگم قردتر میشی؟ برو رد کارت میره مردی که. آقا گچ زنی اومده کجا برم؟ آقا خب خیلی خوب، بیلیتا چی شد؟ اونو فکر میکنم همین فردا بریم محضر بزنه به نام من. آره دیگه از ترس مالیات. ببین همه رو ها، یا به اسم من یا به اسم ماما. آره ببین گوش کن، من الان نمیتونم با تو درست صحبت کنم، خودم بعد بهت زنگ میزنم. خب خدافظ. سلام. سلام. سلام فرشته خانم. سلام. ببخشین پدرتون نیستم؟ نه خیر، رفتن سر ساختمون. چطور؟ ببین فرشته خانم، ما اومدیم چند دقیقه باهات حرف بزنیم. ببین خانم، اگه اومدین اینجا راجب اون آقایی که صبح تا شب اینجا مزاحم ماست با من حرف بزنه، من اصلا دیگه حوصله شنیدنشو ندارم. مسعود؟ اسمش هم دیگه نیارید. یعنی شما اینقدر از این آقا مسعود بدتون میاد؟ بله.
چرا؟ خب بعدم میاد دیگه خانم، عیبی داره؟ خب پس با اجازه دیگه بریم. پس چی شد؟ چی؟ مگه نمیخواستید با من حرف بزنید؟ خب شما گفتین نمیخواید باهاش زندگی کنین دیگه. آخه من فکرم شما اومدید اینجا که منو راضی کنین. اتفاقا نه. ببینید خانم، آقا مسعود میخواد ما رو از اون خونه ها بیرون کنه، فقط واسه خاطر اینکه میخواد با شما ازدواج کنه. به من چه ربطی داره؟ آخه بابای شما هم چه شرطی براش گذاشته؟ ببینم مگه طرف قرارداد شما برای خونه ها این آقاست؟ نه خیر خانم، ما قراردادمون با زمان خانم این آقام تو اون خونه هیچ کار است. خب پس واسه چی دیگه نگرانی؟ آخه میدونی چیه خانم، این زمان خانم خیلی زن ساده ایه، بعد یه آدم شالاتان کلاش مثل آقا مسعود خیلی راحت میتونه سرشو کلا بذاره. متوجه شدین؟ من تا حالا فکر میکردم این آقا مسعود شما خیلی بچه ساده و بابوییه. نه بابا، از اون آدمایی که از آب کره میگیره. باری کلا، پس اشتباه میکردم. خب پس با اجازتون. ببینین لطف کنین از قول من به این آقا مسعودتون خیلی سلام برسونی. شما که گفتی خوشتون نمیاد ازش. خب چرا بعد از یه همچین آدمی که تو این دور و زمان انقدر خوب میتونه گلیم خودش رو عذاب بکشه بیرون خوشم نیاد؟ یعنی حاضرین که باهاش ازدواج کنی؟ ببینین اگه این حرفایی که شما زدین به خودم ثابت بشه و بفهمم واقعا انقدر آدم سرنگیه، چرا که نه. آره خدافظ. 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 تا دو روز پیش دوست و رفیقش بودین، حالا چطور شدی و دشمن خونیش شدین؟ بس که بیشعور و شارلاتانه. کی؟ گفتم کی؟ منظورم مسعود بود، ولی الان فکر کردم دیدم نه، اتفاقا نه بیشعوره نه شارلاتانه، خیلی هم پسر خوبیه. روتونو برم، این مسعود بیچاره این همه به شما خوبی کرد، این خونه ها رو کی برای شما پیدا کرد؟ مسعود. زمان خانم، ما مخلص آقا مسعودم هستیم، ما همچنان اومدیم اینجا که به شما بگیم ما احساس میکنیم یه خبرایی هست، یه زد و بندایی پشت پرده است، یه بوایی میاد. چرا همه به من نگاه میکنید؟ بوی دستشوییه. راستشو بگو. راست میگه خانم، اصلا طرف ناصر بو نمیاد. منظورم اینه که میخوام ببینم پشت پرده چه خبره، راستشم بگی. والا زمان خانوم، به نظرم میاد که آقای دشتی دارن میان اینجا. امشب؟ نه بابا، کلن. واسه چی؟ زمان خانوم، شما میدونین که آقای دشتی چه شرطی برای ازدواج دخترش گذاشته؟ نه. خب دیگه، گفته به شرطی من دخترم بهت میدم که هر جا که فرشته باشه خودمم باشم. خب بعد شما بگید دشتی آدم بدیه، کدوم پدریه که اینقدر دلسوز بچهش باشه؟ خانم دلسوز کدومه؟ این داره به بهانه دخترش میاد اینجا همه ما رو از اینجا بندازه بیرون. دشتی چه کار است که بخواد شما رو بندازه بیرون؟ عالی شد. اصلا غلط میکنه دشتی تو این خونه به کسی بگه بالای چشت ابروی مرد که پدر سوخته؟ خجالت بکش، به دشتی توهین نکن، خوبه به پدرزن دیگه که فوش بده؟ پدرزن من شهرستانه. چه ربطی داره؟ حالا اگه اینجا بود خوشت میامد کسی بهش فوش بده؟ خب نه الان که اینجا نیستش، اصلا واسه چی پشت سرش غیبت کنیم بحث کنیم؟ خانم ما بالاخره تکلیفمون چیه؟ مگه من وظیفه دارم تکلیف شما رو روشن کنم؟ به من چه مربوطه؟ منظورش اینه که بالاخره ما اینجا موندنی هستیم یا باید بریم جامونو بدیم به دختر آقای دشتی و خود آقای دشتی و مستاجرای آقای دشتی. اگه شماها آدمای خوبی باشین همیشه اینجا میمونین. پوز دشتی خورده شد. خجالت بکش، دشتی آدم بدی نیست، فردا اومدیم دخترش داد به مسعود خان، شما با هم فامیل میشین. فقط تو رو خود زمان خانم این حرفا رو جلو خودش نزنینا، ولی فردا پا میشه میاد اینجا میگه من صابخونه. خب بیا قدمش رو شش مادر جون. ایوا ما سر کارم دیگه خانم. نه بله، عرض کردم که ببخشید با اجازت من باید برم سر کار، دیرم شده. ناز کار پیدا کردی؟ آره حالا بیا بهت میگم. آقای دشتی ببخشید،
شما با این همه مال و منالی که دارید چرا چشتون دنبال چندرغاز اجاره خونه اونجاست؟ ها؟ کدوم مال و منال؟ این برج آقای دشتی خدا بیشترش کنه. اگه من مرد حسابی صاحب این برج بودم وقت با تو زپرتی کلکل میکردم. یعنی مال شما نیست؟ کاش که بود. آخر عمری شدیم امر بنای مردم. خلاصه تکلیف ما چی شد؟ آخه خدا رو خوش میاد بدبخت چلا رو آوارشون کنیم تا آخه بدبخت صاحب خونه شدن. من گفتم آوارشون کن؟ بله خب شما نگفتید آوارشون کن، گفتید بیرونشون کن. دوست نداری؟ دلت برشون میسوزه؟ خب برو رد کارت بزن ما به کارمون برسیم. پس فرشته خانم چی؟ فرشته بی فرشته. این ماشین گچ نیومد؟ خب آقای دشتی اومدیم و ما اونا رو بیرونشون کردیم و حرف شما رو گوش کردیم. اگه شما فردا زدین زیر همه چی، اون وقت تکلیف ما چیه؟ دوباره برشون میگردیم تو همون خونه. خب آقای دشتی حالا چجوری بیرونشون کنم؟ اگه من میدونستم چجوری که خودم بیرونشون میکردم با تو چیکار داشتم؟ ها؟ خیلی نامردیه بابا، دور از معرفته. من دختر با آدم با معرفت، لوتی، رفیرباد تو یک کلوم انسون نمیدم. من غلط بکنم انسان باشم آقای دشتی، منم عین خودتم. ایول آقا برباد گچ اومد. حالا فعلا بیا بریم این گچ ها رو خالی کنیم. من؟ نه با هم. شما چرا؟ من خودم خالی میکنم. دیروز تا حالا نامرد 50 تن رو هر کیسه کشیده. حسن نباشی یایی داشتی چی میگه؟ تو بلکن ما نیستی؟ برو به زندگی برسه آقا جون. چی؟ خودت این گفتید وایستم اینجا گچه ها رو خالی کنم از ماشین. من غلط کردم، من هر مزخرفی که میگم تو باید بگی چش. حالا مگه چی شده؟ ماشین رو خالی کردی. نه تو امروز حالت خوب نیست. گرون دادم بارش کنیم بریم پسش بدی. ببخشید با کی بودیم؟ نفهمیدم اگه غیر تو کسی اینجاست. یعنی من این همه گچ رو دوباره بار ماشین بزنم؟ نمیخوای نزن. به من چه ربطی داره؟ پس چرا اینجا وایستادی؟ خب چیکار کنم؟ برو بار بزن. نه دیگه الان خودتون فرمودین که هر مزخرفی رو که گفتی من نگم چشم. اونی که مزخرف گفتن. بار بزن. آقا من اصلا از شما دختر نمیخوام. کیو باید ببینم؟ اصلا چه ربطی داره به دختر؟ واسه چی اینا رو خالی کردی دم ساختمون راه رو بند آوردی؟ زودتر جمعش کن برید اونور. آقای دشتی کیسه چقدر بهت گرون داده ها؟ ها چقدر کیفی؟ 50 تومن دیگه. چند تاست؟ 50 تاست؟ چقدر میشه؟ 2500 این خدمت شما. 2500 دست از سر کچل من وردار. کیسه 50 تومن از دیروز تا حالا گرون کرده ولی از قیمت اصلیش کیسه 1000 تومن بالاتر داده. یعنی بنده باید 50000 تومن تقدیم شما کنم دیگه؟ نه دلم نمیاد ازت بگیرم ولی چشمم هم آب نمیخوره تو این همه کیسه رو بذاری تو ماشین. خب ما هم آدمیم، انسانیت سرمون میشه. آقای دشتی نمیتونم دیگه، جون ندارم، خسته شدم. اب نداره من منت تو رو بکشم عمرا جبار. بله آقا. این کیسه رو جا به جا کن. چشم آقا. این اینجا چیکار میکنه؟ کارگرمون عیبی داره؟ مگه این خواستگار فرشته خانم نبود؟ بابا شما دیگه کی هستین آقای دشتی؟ خیلی باحالی، خجالت بکش. مسعود، مسعود واسه بابا کارت دارم، میخوام یه سر بریم در سوپر فرشته دستان هاست با تو هم. ببخشین آقا. بله کار میکنین؟ بله بی زحمت کارتون که اینجا تموم شد یه سر بیا خونه ما، یه مقدار خورده کاری دارم.
دیگه من تا تجریش نرم دنبال کارگر، پاهم درد میکنه. خدا عمرت بده. خانم درست صحبت کنید، این چه حرفیه میزنید آخه؟ ببخشید. ببخشید خانم. بله. چقدر میدین؟ همش 2 ساعت کاره. من نصف مزد یه روز کارگر رو بهت میدم. خوبه؟ هستم خانم، بریم. وسایل سوردشتی؟ ای کارش چیه؟ سیفون مسترامون گرفته، میخوام باز کنی. کار خودته فقط. درست صحبت کنید خانم. ببخشید. سیفون توالتمون گرفته. خوب شو؟ من اینجوری ما نگاه نکنید. من 100 تا کارگر زیر دستم کار میکنن. 100 تا کارگر زیر دستت، اون وقت یه سیفون توالت بلد نیستی باز کنی؟ کی میگه بلد نیستم؟ خوبم بلدم. خب بریم واکن ببینم بلدی یا نه. ببینید مادر من، هر کاری یه مودی میخواد. من الان تو مود باز کردن سیفون توالت نیستم. پس تو مود چی هستی؟ مود عاشقی. میفهمی؟ من تا سیفون مسترام وا نشه هیچی نمیفهمم. فهمیدی؟ بله. خداحافظ. تو رو به خیر، ما رو به سلامت. خسته نباشی پسرم. کار میکنی؟ شیشه اینا بلدی پاک کنیم، دارو میکنیم، همه تو بلدی. سلام. چی شده باز بابا؟ هیچی فرشته، میگم این پسره پرید. کدوم پسره؟ مسعود دیگه. یه ذره زیاد بهش گیر دادم، قهر کرد رفت. خدا رو شکر. چی رو خدا رو شکر؟ این همه زحمت کشتیم یا طرف ما، حالا بذاریم بره؟ من نمیدونم شما دنبال چید بابا. میخواستید اذیتش کنید، اذیت شد دیگه، ولش کنید. من میخوام حقمو بگیرم، نه از این پسرها، از اون پیرزنه. من بچگی تو خونه اینا زحمت کشیدم و کار کردم، اینجوری نباید جواب منو بدم. خیلی خب، شما قراره حقتون ازش بگیرید، چرا دیگه منو قاطی این بازی ها میکنی؟ منو تو نداریم بابا، هر چی گیر من بیاد مال تو هم. از این وعده‌های سرخرمن زیاد شنیدم. دختر شما هم دیگه اگه خوب نشناسمتون که خیلی احمقن. هنوز که نه به داره نه به باره. بذار به موقعش یه چیزی برات میخرم. همین الان که نبه داره نبه باره، بعد حساب کتابامونو بکنیم، اینجوری بهتره. حالا اگه راست و سکی قرار بود زن این مردی که بشی، یه چیزی بهت میدادم. ولی الان که همش حرف و باده عباس، اصلا من باز چی باید به تو حساب بدم؟ میتونید ندید. اما خب منم دیگه نیستم. این دفعه هم که این پسر اومد اینجا، یه کاری میکنم که اصلا بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکن. چی میخوای حالا؟ اون آپارتمان 100 متری رو که 2 سال قولشو بهم دادی. خب مال تو. اینطوری نمیشه. بعد بزنیم به نامم. اینطوری فردا پشیمون میشین یا خواب دیگه واسش میبینی. بعد یه عمر سگ دو زدن از مال دنیا، اون خونه رو دارم و یه آپارتمان. خونه رو که زدم به نام مادرت، آپارتمانم به نام تو بکنم، پس خودم چی؟ این مغازه که هستش. فعلا که پسر از فکر تو اومده بیرون. اون با من خوبه؟